چون واقعا لازمتون داریم و دیگرانی که توی مبارزه میشه بودن شمانی از اینکه این توجه رو جلب کردیم میناسده برحال اومدیم از شما برگاری بکنم و سپاسگزاری باری رو شما میکنم خدمت شما با تمام مهر و خواهش میکنیم پیام شما رو ما به دنیا مخابره میکنیم و مخصوصاً به اروپا که سپاه پاسداران رو جز لیست تحریم و تروریستی اعلام کنن و تحریمش بکنن. این خواسته شما فقط نیست، خواسته ما نیست، خواسته تمام ملت ایرانه. برای که آن بلاهایی که طی این چند سال سر ما آمد به خاطر همین سپاه پاسداران، همه میدانن سپاه پاسداران فقط مسئول حفظ نظامه، به موجب قانون اساسی، به موجب قانونی که تأسیس شده با ارتش که مسئول حفاظت سرزمین ایرانه تفاوت داره. امنیت ما رو و کشور ایران رو قانوناً ارتش باید در عهده بگیره. سپاه پاسداران قانوناً حافظ این رژیمه و این رژیم تروریست پرورده. من میخواستم در نیت شاهزاده آمدیم خدمتتون خواهش کنیم اعتصاب قضا رو بشکنید و یادی کنم از زنده یاد تابنده. من هم مثل شما مرید ایشون بودم، بنابراین واقعا میدونم اگه آقای تابنده اینجا بودن به شما میگفتن که اعتصاب رو بشکن برای اینکه احتیاج داریم. خواهش میکنم. یا حق. نه، منم همین خواسته رو که اینجا ما داریم، همین یعنی نه تنها خواسته مردم ایران و نه تنها خواسته مردم اوکراین، سپاه امروز دستش این اختاپوس در تمام دنیا گسترده است و این یک خواسته برای هر کسی است که واقعا قلبش برای انسانیت، برای حقوق بشر میتنه. و با تمام احترامی که من واسه خانم عبادی، جناب آقای پهلوی دارم واقعا از صمیم قلب، ولی اجازه بدید من این کار رو ادامه بدم با توجه به شناختی که من از سیستم انگلستان دارم، چون من میدونم اینجا ما بسیار نزدیکیم، تمام کارها انجام شده، ما اکثریت نمایندگان مجلس رو داریم و اکثریت وزرا رو، آقای تام تیتنام معاون وزیر امنیت رو داریم، خانم سهیلا وزیر کشور رو داریم. فقط یه مشکلی تو همین ساختمان هست که این با یه فشاری من فکر کنم انشالله درست بشه. اجازه بدید ما این مقدار دیگه به این کار ادامه بدیم و مطمئن باشید که من مواظب این سلامتی هستم، شما خیالتون جمع باشه و مطمئن هستم که این انقلاب واقعا با وجود یه سرمایه هایی و کسانی که واقعا امروز از جان مایه میگذارن قطعا به پیروزی میرسه به زودی زودی و از شر این آخوندها همه با هم راحت میشیم و واقعا بر میگردیم به اون مملکت. پیروزی مال ما و مردم ایران، اما
به وجود افراد شجاعی و حق طلبی مثل شما احتیاج. خانم عبادی مطمئن باشید از شهر ما به این زودی راحت نمیشید. نیرو تو احتیاج داریم. قربونتون برم. چشم. اجازه بفرمایید من یه مقداری به هر حال با اینها سالهاست من درگیرم. خودتون در جریان هستید. اجازه بدید تا ما اینجا این سنگ رو نگه داریم تا انشالله به یه نتیجه برسیم. ببینیم کجا میرسیم. روز پنجم بیم. ما انرژیمون رو من یه جای دیگه میرسیم. شما خیلی محبت کردی. من از همه تو سپاس گذارم. از ایرانی های لندن چی انتظار، چطوری میتونن به شما کمک کنن؟ ببینید اینجا ما فقط باید چون در غرب افکار عمومی بسیار مهمه، مانند ایران نیست، و ما میدونیم که اینجا همین حزبی که روی کار هست با مشکلات عدیده الان روبروست، احتیاج به رأی مردم داره، بنابراین افکار عمومی رو باید با خودش داشته باشه. ما خواسته زیادی نداریم. سپاه امروز داره با درونار با پهپادهاش در اوکراین مردم اوکراین رو داره قتل عام میکنه، علاوه بر این که مردم ایران رو داره قتل عام میکنه، علنا امروز من در صحبت امروزم گفتم علنا حاجی زاده اومده و اعلام میکنه میگه ما آرزومون اینه که دونالد ترامپ و ماک پامپئو و جنرال مکنزی رو بکشیم. حسین سلامی علنا اعلام میکنه به خاطر تهدیدهای ما ایران اینترنشنال رو بستن. یعنی اینا خودشون علنا اعلام میکنن ما تروریستیم. حالا ما در غرب سورپرایزینگلی میخوایم به اینا بگیم آقا نه شما تروریست نیستی. خب این اون مسئله است که ما باهاش گرفتار هستیم. این اونجایی است که ما باید واقعا افکار عمومی رو اینجا صدا کنیم، تحت تاثیر قرار بدیم که اونا بتونن روی حزب حاکم. شما میدونید حزب حاکم اینجا همه وزرا همین نمایندگان مجلس هستن، همشون نماینده هستن. بنابراین برای اینکه رأی بیارن باید افکار عمومی رو با خودشون داشته باشن. خب این یه کار غیر حقوق بشری. آقای ریشی سونک قبل از اینکه انتخاب بشه توییت زد که گفت سپاه پاسداران باید در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. ما می‌خوام بگیم آقا ما به خاطر همین ولیوایی که در غرب الان شما 1100 سال استابلیش کردید، ما اینجا چادر زدیم، سنگر زدیم، گرسنگی می‌کشیم که اینا رو نیان از بین ببرن. امروز اومدن وسط لندن ایران اینترنشنال رو بستن در اصل. یعنی چی؟ یعنی سیاست سانسور و سیاست ترور از ایران، همونطوری که همیشه میگفتن ایدئولوژی ما محدود به ایران نیست، ما اون رو صادر میکنیم. امروز میبینیم صادر کردن. ما میگیم آقا این نهاد تروریستی که خودشون میگن ما تروریستیم و در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدید. اینجا هم همه چیز آماده است. مانند اروپا با 27 کشور ما طرف نیستیم. در انگلستان همه چیز آماده است. خواسته ما اینه، خواسته خودشونه تازه. خواسته ما تنها نیست. ما میخوایم این رو از مقام عمل اجراییش کنیم. این خواسته ایست که ما داریم. من ازتون بپرسم که شما آیا حمایتی هم از مردم، از ایرانی ها داخل بریتانیا و بیرون از اینجا گرفتیم؟ از روز دوم مردم میان. اتفاقا خیلی جالب بود، پریشب ساعت 11 شب بود، ما خوابیده بودیم، یه دفعه من دیدم یه نفر از اونجا داد میزنه که آقا وحید، آقا وحید. دیگه من اومدم بیرون، گفت من فامیل حسن امینی هم و از کردستان و اومده بود اینجا و خواهش میکرد که احتساب غذا رو بشکن. صبحش خانواده ها اومدن. از روز دوم خانواده ها ایرانی ها میان سر میزنن و خواسته منم از تمام ایرانیانی که به خصوص در لندن هستن اینه که متحد و هماهنگ و همبسته به تظاهرات های خودشون ادامه بدن. و این خواسته مشخص رو ببینید، ما اگر خواسته هامون مشخص و متمرکز باشه قدم به قدم قطعا بهشون دست پیدا میکنیم. این خواسته مشخص رو در این زمان ما باید داشته باشیم و محکم روش بایستیم. سپاه پاسداران رو که همه چیز هم در اینجا به خصوص در انگلستان آماده است برای تروریستی. Thank you.